و آقای بایدن با اروپا سفر کرده بود بعد از سفر متعجب کنندهش که غافلگیر ساخت مردم در یوکرین با یک تعداد از دوستای نیتو شیشتن و اعلان میکنند که He's been meeting with leaders from 9 countries on NATO's eastern flank known as the Bucharest 9 group. They've been discussing ways to continue sending military and humanitarian supplies to Ukraine for what could be a long and drawn out war. A commitment of the United States to NATO, and I've said it to you many times, I'll say it again, is absolutely clear. Article 5 is a sacred commitment the United States has made. We will defend literally every inch of NATO. Every inch of NATO. بارها گفتیم که ما وفادار به وعده خود به نیتو هستیم و از هر اینچ نیتو دفاع میکنیم. یعنی کشورهایی که اعضای امی اتحادیه هستن، پیمان نظامی، اگر سر از یا حمله شه از امی یک این چه خاکشان هم دفاع میکنیم. در واقع او طرف دیگه گپ است، اما اصل گپ است که اینا ده اینجا هستن که متیقن بسازن خود که این جنگ ولادیمیر پوتین بردن نمیتونه. چرا این جنگ یوکرین نیست و ولادیمیر پوتین هرچی که در توان داره انجام میده در یوکرین تا که برای غرب بفهمانه که تو نمیتونی بینی مرا در پالوی مملکت خودم در خاک بمالی. و شما میفهمین که در دنیا آنقدر اسلحه هست، هنوز اسلحه هایی را که در یوکرین استفاده کرده یه چی ساب نمیاد یا بر ساتیری بودن یک سال. اگر این جنگ و این تشنج زیادتر شود و کشورهای نیتو درگیر جنگ شوند با چین یا با روس، در او صورت این اسلحه ها دیگه هیچ مهم نمی باشد. جنگ بخی در یک سطح دیگه می رد. باز در او سطح که بره امریکا، روس، چین، حتی هند، آنقدر اسلحه در دنیا موجود است و آنقدر مدهش که امی کره زمین یا چندین دفعه میتونن خراب کنن، یک دفعه نه. یعنی من و تو و همگی ما جمع نباتات، جمع حیوانات، جمع کوها، جمع دریاها، جمع پرنده، کلگی ما میتونیم که چندین بار نابود شویم. در واقع دلیل اصلی که می جنگ سیوم جهانی هنوز شروع نشده یا در او سطح که می تانه شروع شده شروع نشده به خاطر اینمی اسلحه های مدهش است که نمی خواهند جنگ نوکلیر شده. اگر جنگ نوکلیر شده، آقای بایدن که دستور بده که جنگ شروع شد، باید که زن اولاد خودم خداحافظی کنم. ما و تو دیگه باید تیزه که آخری نان مزدار خود بخوریم که فامیل خود دست به دست بشینیم و قرار یک دقایق آخر زندگی خود لذت ببریم. به خاطر از این که بمهایی که آل هست، مثلا امی بمها آنقدر سرعت دارن که در ظرف نیم ساعت یا یک ساعت از یک طرف امریکا در دیگر طرف میره و از امریکا در اروپا در ظرف یک ساعت دیگر یا نیم ساعت دیگر میره. یعنی وقتی که اونا تکمه را فشار بدن در ماسکو نیم ساعت وقت داره مردم یا یک ساعت، مربوط به ایست که از کجا فشار دادن تکمه را. و همه تا کلگی ما در اسی دنیا که باشیم. و این جنگ در سر چی است؟ آقای بایدن در سفری که به یوکرین داشتن
اتو گفتن که آقای زلنسکی امو روز برم زنگ زدن امی فبروری 24 گفتن این صدای تانکا را بشنوین که از پشت اولی ماست و ما برشان گفتم که برای رئیس جمهور یوکرین که ما چی کدم ایتانم گفت او برای ما گفت که جهان بگو که از یوکرین دفاع کنه و گفت ما استاد شدیم در واقع کمک امریکا یا غرب به یوکرین به او تلفن اصلا رابطه نداره. این جنگ شاید حداقل 10 سال بود که شروع شده بود. 10 سال در پشت پرده ها شروع شده بود. پارسال در گرفت. و این 1 سال یوکرین از بین رفت. این جنگ سر از این شروع شد که یوکرین میخواست عضو اتحادیه اروپا شه و عضو نیتو. روسا میگفتن نه در پالوی خانه ما توی کار کردن نمیتونی اگه ای کار کنی ما تو رو نمیمانم و گفت ما حق داریم امریکا گفت باید حقش احترام کنی و گفت نه جنگ سرمی شروع شد عملا کشورهای بزرگ به هیچ وجه نمیخواین که در پالویشان یکی از او کشورهای رقیب بیایه و اسلحه بیاره اسلحه اتمی یا هر اسلحه قوی دیگه را که بیاره بخیلم در 61 بود یا در 63 که روسا آمدن در کیوبا امریکا استاده شد اختار داد که اگر یه اسلحه پس نشه ما عمله اتمی میکنیم روسا قبول کردن یک معایده بینشان شد و اسلحه خود پس کردن از این خاطری جنگ نشد یعنی اگر امیال در مکسیکو چین بیا یا امریکا بیا یا روسیه بیا اسلحه بیاره در امریکا کسو اجازه را برش نمیده یعنی احتمالا روسا یک دلهره یا نگرانی قابل توجیه داشتن ولی این فرق نمیکنه که قابل توجیه بود یا نه وقتی که مسئله زور میایه خود زور منطق خود داره در گوزوری که شد دیگه باز چال پالوانی از بین میره وقتی که گوزوری شد امو گوه که زور داره امو شاخ میزنه و میبره کشورهای کلان در واقع گوهای قوی هستن دنیا در یک جای رسیده که دوباره باید تقسیم شوه یا خب میگن که والا منفعت از این مملکت منفعت از این بخاطر از این بخاطر دموکراسی بخاطر حقوق بشر اصلا این جنگ جنگ تیل است جنگ تریاک است جنگ گس است جنگ فلزات قیمتی است بناهن کسایی که زور دارن و نیازمندی دارن اینا را باید به دست بیارن امریکا قوی ترین سوپر پاور بود و انوز است امریکا نمیمانه که او دگرا بسیار بلند شوند و وانا میخواید که اجازه بتن که امریکا دکتیت کنه که این کار اتکو یا نکو بنابراین باید که در اینجا شانه به شانه شوند و شاخ به شاخ شوند تا که آیسته آیسته هر کس بفهمه که ولا ما اینی ایسته باید استاد کنم و دینمی مزاق احتمال جنگ سوم جهانی است با وجود که از این جنگ کلگی میترسه و کلگی میخواه که جنگ صورت نگیره جنگ اول و دوم جهانی صورت گرفت میخواستن که شوه اما جنگ سوم اگه صورت بگیره جنگ است که نمیخواین شوه یعنی اما با مزاق میتانه که جنگ سوم جهانی شوه جنگ که هیچ کس نمیخواه چون کلگی دهی میوازه هر کسی که اصلاح استفاده کنه اگر امریکا روسه بزنه ما در امریکا میبازیم واخو میبازن ما در ایجا اگر روسا بزنن در اروپا و اونا در خود روسیه هم میبازن یعنی دنیا را خراب میکنن بنابراین این جنگ نوکرای خود جور کردن جنگ نوکرا در واقع
ما 44 سال پیش که در افغانستان جنگ شروع شد که ما در اون وقت 18 ساله بودم و ما هم دمی شروع کردیم، ما خودمون برای وطن خود ساد شدم. او وقت ما نمیفهمیدیم، ما هم نمیفهمیدم که این جنگ جنگ قدرت های بزرگ است که امریکا روس میخواه استاد کنه، روس میخواه در یک جای دیگه برسه، چین در ایجه. ما غولا آور خود در این مابین انداختیم. 3 میلیون افغان بیچاره ساده ما کشته شد، مملکت ما کاملا از بین رفت. در او زمان این رهبرای مجاهدین چی یک خوش آمدگویای می شدند در دنیا، مثل که آل زلنسکی می شد. رهبرای مجاهدین آمدند در وایت هاوس، آقای ریگن با اینا دیدار کرد، در سال 84 یا 85 بود. یعنی ما راستی فکر میکردیم که والا ما اوغانا خدا چقدر مردم های مهم هستیم، او خدا سیکو کاخ سفید ما را چی یک عزت و آبرو میتن. نگو که ما پله بودیم یا جوری بودیم، اینا ما را پله جور میکردن. پف، رهبرای ما پوچ، خود ما ساده. دمی یک چند بیلیون دلار که انداختن کل ما در پاکستان نوکر شدیم. جنگ آزادی افغانستان یاد کل رفت، جنگ اسلامی شد. نه، اسلام در خطره. او بیادر ببخشی، کدام اسلام در خطره؟ اسلام یک چیز نیست که در خطر باشه. خب پنج وقت نماز میخوانی، برو کنوتا بشور، ده دفعه نماز بخوان، قرآن در خانه تسته، کی تو را غرض گرفته؟ نه، اسلام در خطره بیادر. اصلا کسی که میگفی جنگ به خاطر آزادی است، گردنش هم میزدن. چرا؟ به خاطر انگلیس ها میفهمیدن که اگه این جنگ در مقابل روس بخوایم بسیار اما تا پر وحشت بسازیم، نفرها را باید تحریک اسلامی کنیم. اگه کشته شدی جنت میری، اگه کشتی هم غازی میشی، این پیسه ما هم در پیشت، میمان خانه ها در پاکستان نفرها یادی یادی خرچ در سرخان میدادن. ولا جان محمد در پاکستان حتی آرگاه بارگاه داره، بر 100 نفر روزانه پیسه در سرخان میتن که میمانایش می از افغانستان، جوان جوان آدم ها آمدن، بچه های مکتب، بچه های پوانتون، کلگی دویده دویده پاکستان تفنگ ها رو بگی نه ما میریم جهاد از جهاد جهاد. بر 40 سال دیگه ما خود در کشتن دادیم مفت. حالا در افغانستان ما چی داریم؟ یک بیرق داشتیم 3 رنگ، هر 3 رنگش رفت. سیاهش هم از بین رفت، سرخش هم از بین رفت، سبزش هم، یک بیرق سفید. یعنی بیرق ما را نداریم. امی طالبا وقتی که آمدن اینا را مردم میگفت حکومت طالبا، یا گفتن ما امارت اسلامیستیم، میدیای افغانستان از ترس تیزه کده امارت اسلامی افغانستان میگن. اما در قسمت حکومت افغانستان انوزم حکومت سرپرست افغانستان میگن، و طالبا تا امروز نمیگن که ما را چرا حکومت سرپرست میگن، به خاطر که قرارداد از یاکت بادرایشان در پاکستان نیست که شما حکومت افغانستان نیستین، شما حکومت سرپرست هستین. رئیس جمهور ما مولوی عبدالله امیرالمومنین است، وزیر خارجه ما سرپرست وزارت خارجه است، ملا یعقوب سرپرست وزارت دفاع، سمت هر ملا و مولایی دیگهش سرپرست است. یعنی اینمی چیزی بود که ما گرفتیم. اما اگر بخوایم که جنگ اوکراین بفهمیم، بخصوص ما افغانا باید جنگ افغانستان پیش چشم خود بگردانیم. ما افغانستان در اوکراین میبینم، یا اوکراین در افغانستان میبینم، همو تاریخ تکرار میشه. شما سعی کنین، آقای زلنسکی چند وقت پیش امریکا آمد، ببینین چی یک استقباله.
رهبرای مجاهدین هم تمه شد. اما سعی کنین 23 سال پیش وقتی که کرزی گرفته شد در حکومت افغانستان نصب شد، این رقم کرزی سعی کنین. Mr. Speaker, the President of the Transitional Islamic State of Afghanistan. Well done. اینمت استقبال شده بود، اینمت استقبال شد. باز زلنسکی را نمیتونیم البته کت کرزای مقایسه کنیم، به خاطر که زلنسکی به اساس آرای مردم اوکراین رئیس جمهور شده بود پیش از جنگ. یعنی او سویش از کرزای که در مراتب بالاتره، او یک رئیس جمهور بود. اما کرزی در میدانهای جاسوسی که یک سگک کار بود، امی کرزی از اوجه گرفتن. ای در افغانستان رفتام نمیتانست. وقتی که در پشت موترسکلک شده بود در قندار، ای را میکشتن که تیارای امریکا آمده که ای را نجات داد. برای 10 سال یا 12-13 سال کرزی به خیانت در مملکت ما مصروف بود. بازی دادن مردم. Wrong. But progress is being made, Mr. President. We're proud of you. Proud of the work you're doing. We talked about the need to stem the narcotics trade. I'm sure the President will comment on this. He understands that it's very important for farmers to be incented to grow crop other than poppy. And that he knows full well the United States is watching, measuring, and trying to help. کرزی در امریکا آمده، مهمان رئیس جمهور بوش است و دو سه نقطه بسیار مهمه بوش خودش اشاره میکنه و واقعیت هم همه تو بود. یکی مسئله اوپیم یا تریاکه که میگه ما میخواییم یعنی که از بین بره، دقانایی که تریاک کش نمیکنن عوضش دیگه کراپ یعنی گندم جواری دیگه چیزا کش میکنن، برای از وا انسنتیو میدیم یعنی که کمک مالی میکنیم شانه. و میگه کرزی میفهمه خوب صحیح که ما کمکشان میکنیم، اما پیش از آمدن امریکا در افغانستان 75% موادی که از اوپیم یا تریاک ساخته میشد در دنیا از افغانستان بود. بعد از آمدن امریکا به 95 تا 97% رسید. یعنی امو ترید بالاتر رفت. افغانستان is committed to fighting it because this evil is first hurting us. و بعد از او آقای کرزی با صداگک زنانه خود با ایسی یک گودیگک شروع به گپ زدن میکنه. افغانستان is committed to fighting it because this evil is first hurting us. افغانستان کاملاً وظیفه میده به خود که علیه ازی مبارزه کنه، علیه چی؟ تروریسم و نارکوتیک یا زهر تریاک. اینا اینمی آقا کتکلای خود، کتکلای قرخولی خود گویا در مزارع تریاک هلمند و قندهار او میبرد میداد که تریاک خوب رشد بکنه. و کد امروز اگه شما ببینین زیر پلا را پاککاری دارن، مردمای به هزارها و ده هزار افغان جوان بیچاره پودری شدن، پیچکاری میکنن در زیر پلا و نان برای خوردن ندارن. او از چی شد؟ نمی کرزی و اونمو پالیسی امریکا که به چشم کور به تریاک دید و اجازه داد. امی طالبا امو مزاره را آبیاری میکدن، امی طالبا آل آمدن خود قرمانانشان میتن که گویا ما زیر پل سوخته را پاک کردیم. ای بیچارهای را که آغشته بودن در کجا رفتن؟ در کجا؟ در کدام امو تندورایی که چی داشت؟
هتلر داشت شما تو یک تندورا جور کنین که میاره در بتین حداقل کزمی فلاکت زندگی خلاص شون. I am confident he will be brought to justice. What's happening is that we got US forces on the hunt for not only bin Laden but anybody who plots and plans with bin Laden. Forces on the hunt for not only bin Laden but anybody who plots and plans with bin Laden. اما 23 سال بعد افغانستان به طالبان سپرده شد. در حالی که در امو زمان آقای بوش چی گفته بود؟ Forces on the hunt for not only bin Laden but anybody who plots and plans with bin Laden. گفت نه تنها که القاعده را ما از بین میبریم و با محاکمه میکشونیم بلکه تمام کسایی که امرای زیاد دست داشتن. کی دست داشت؟ خود طالب و پاکستان مملکت ما را گرفتن برای اردویش شدن. افغانستان امروز حکومت دست نشانده پاکستان است، حکومتی که خودش خود حکومت سرپرست افغانستان میگه. این حال به امی ترتیب آقای زلنسکی رسی کنه. آیا امکان داره که یک سرنوشت مشابه افغانستان مردم اوکراین در انتظار است؟ شما سعی کنین. افغانستان بعد از 10 سال که روسا بود اتو ویران نشده بود. شده بود خب ما خود زیاد نداشتیم، خانگک های گیلی داشتیم. اما سعی کنین اوکراین خود نبود. امروز یک ویرانه شده. حالیا میخواستن جزو اتحادیه اروپا و نیتو شن، یعنی قوی. حال 40-50 سال دیگه از این امروز کار است وام که جنگ نباشه، که یا اگه بتانن به امی امروز برسن به می اندازه امی یک سال پیش خود نمیتانن. امریکا و اروپا ای حاله خب کلگی خونه کلگی داغ است، ما کمک میکنیم، ما کمک میکنیم. برای شما میگم که 1 سال، 2 سال، 3 سال بعد اگر منافع اقتصادی امریکا و اروپا ایجاب نکنه، اونا متو که از افغانستان برآمدن بس است، ما کار ما خلاص شد. اونا متو از اوکراین میبرن و اوکراین با خداوند می سپارن، خداونده که در کارهای زمین غرض نمی گیره. جنگ یک آتش است که دنیا را در می ده. ما نباید به یه خوش باشیم که روسایی جنگ ببره یا امریکا یا چین.
و ما مثل 40 سال دیگه دل قکاور 43 سال گذشت نه که یکی ما پشت چین میده یکی پشت امریکا یکی پشت از آه و خیر جنگ نخونه کی میبره ولا او میبره ولا ایش خوبه ولا اوش جنگ خوب نیست از هر کسی که باشه بنان ما از شما ای خواهش دارم که در جنگ برای کسی چک چک نکنین کسی را تحریک نکنین افغانستان یک کتاب پر از اشک است که مردم باید بخونه که جنگ با ما چی کرد امریکا با ما چی کرد اروپا با ما چی کرد روس با ما چی کرد چین با ما چی کرد کی هم امروز افغانستان این مال 6 7 میلیون نفر در کابل نان نداره کی دی فکرش هستن؟